سلام به همگی، من شاهینم و به کانال فیلم این شو خوش اومدید. میخوایم بریم این بار سراغ سریال چرخ زمان، اونو بررسی بکنیم و نکات منفی مثبتش هم پیدا بکنیم و از طرف دیگه یه معرفی هم روش داشته باشیم، ببینیم ارزش دیدن رو داره یا نه. از طرف دیگه اینم بهتون بگم که این ویدیو به هیچ عنوان اسپویل نداره و میتونی خیلی راحت تا انتهایش رو تماشا بکنید. اینم یادت باشه که وقتی کانال سابسکرایب کردی حتما زنگوله کنارش هم فعال کن. بس بزن به سال 1990 بود که رابرت جوردن برای اولین بار اولین سری این رمان رو نوشت که اسمش هم چشم جهان بود. جوردن تخیل خیلی قوی داشته و تونسته یکی از دنیاهای بزرگ علمی تخیلی رو به وجود بیاره که پیچیدگی خاصی خودش داره و شخصیت‌های مختلفی هم توش هستن. و از طرف دیگه تو همون سالی که کتاب اول منتشر کرد، آخرای سال کتاب دومش هم منتشر کرد. اون توی رمانش به تمام جزئیات خیلی خوب توجه کرده بود و برای هر شخصیت قابلیت منحصر به فرد خودش هم گذاشته و از طرف دیگه این جزئیات طوریه که حتی به رنگ چمن و اندازه انگشتای دست یه نفر رو تمام حالت شخصیتایی که داره و رفتاری و تمام و توی کتابش گذاشته، تا وقتی که داری کتاب میخونی حسابی غرق اون بشی. سال 2007 سالی بود که این نویسنده جونش رو دست داد و این رمان برای یه تایم طولانی ناقص و نصف نیمه موندش و همه منتظر این بودن ببینن که انتهاش قرار چه اتفاقی بیفته. از طرف دیگه همسرش یکی از هواداراش به اسم سندرسون خواستش که این کتابو تمومش بکنه و اونم اومدش تو سال 2013 کتاب نهایی به اسم یادآوری از نور رو منتشر کرد و کلن این مجموعه تموم شد. این مجموعه 15 تا کتاب داره که 14 تاش اصلیه، یه دونش هم یه کتابیه که میره داستان 20 سال قبلی که اتفاقاتی که افتاده رو تو اون توضیح میده. خب حالا بریم ببینیم که اصلا داستان پایه‌ای که رمان باهاش شروع میشه چیه و در مورد چه چیزیه. داستان این کتاب حسابی پیچیده و در هم تنیده شده است و یه طوری داره رو حالت پیچیدگی که داره بدی و در برابر خوبی نشون میده. درگیری های مختلف رو داره در مورد شخصیت های اصلی که توش وجود دارن و از طرف دیگه یه شخصیت منفی داره به نام ارباب تاریکی که میخواد مغز همه رو فاسد بکنه و همه رو یه جوری از بین ببره و دنیا رو مال خودش بکنه و در کنارش هم با این شخصیت های اصلی بارها درگیر میشه. و یه نکته دیگه هم که وجود داره، یه شخصیت دیگه هم هست به اسم اژدها که این شخصیت اژدها میگن که هر بار تناسخ پیدا میکنه و توی یه جسم جدید دو مرتبه بر میگرده و میاد در برابر تاریکی میست و باش مبارزه میکنه. خب حالا که این جزئیات رو میدونی بریم سراغ داستان سریال. داستان سریال از جایی شروع میشه که شخصیتی به اسم مورین که جزوی از گروه صداییه که این گروه صدایی اون سازمان یه انجمن بزرگی از جادوگرای زنن که قدرت‌های جادویی دارن. مورین توی داستان میادش با 5 تا شخصیت جوون همراه میشه که با اونه یه ماجراجویی عظیمی رو داشته باشن و برن جلو که اون داستان رمان هم همینطوری شروع میکشه. از طرف دیگه ای چرا این 5 تا رو با خودش داره میبره؟ چون فکر میکنه یکی از این 5 نفر همون اژدهایی که تناسخ پیدا کرده الان تو وجود یکی از ایناست و اون یه شکی هم داره. اونم اینه که توی پیشگویی ها اومده که از طرف امکان داره که اژدها کمک بکنه که بدی رو نابود بکنن و از طرف دیگه امکان داره که کمک بکنه به بدی و همه چی رو این بار از بین ببرن. به خاطر همین چون ترس داره دنبال اون شخصیت میگرده و توی این 5 نفر یه سعی میکنه یه جستجوی بکنه و ریز بهشون نگاه بکنه ببینه کدومشون اون اژدها که بتونه نظارت بیشتری روش داشته باشه. بازیگر نقش مورین روزمن پایکی که خیلی تو فیلم های مختلفی دیدیم و آثار خیلی خوبی رو بازی کرده، اصلا نیاز به معرفی کردن نره. و از طرف دیگه یه شخصیت دیگه و بازیگر دیگه تو این فیلم حضور داره که شاید دیدنش برای کسایی که طرفدار سریال مانی های سرسن جذاب باشه و اونم آلوارو مورتاس که به قول خودمون همون پروفسور تو سریال مانی های سرسن که میتونید اینجا ازش یه نقش متفاوتی رو ببینید. از وقتی که خبرهای شنیده شد و گفتن قراره که این سریال ساخته بشه، همه شروع کردن اونو با بازی تاج و تخت مقایسه میکردن و میگفتن احتمال داره که بتونه جای اونو بگیره. ولی خب برای اینکه بتونه جای اونو بگیره نیاز به یه تیم بازیگری قوی تری داشته و تعداد بازیگرهای بهتری و یه ریتم داستانی و جنگای بزرگ و یه چیزای شبیه به گیم آف ترونز. ولی خب اینم میخوام بهتون بگم،
به هیچ عنوان این سریال رو با سریال بازی تاج و تخت و از طرف دیگه سریال ویچر مقایسه نکنیم. نکته مثبتی نسبت به اونا داره، ولی خب در کنارشون نقاط منفی هم داره، ولی اگه بخوای اونا رو اینطوری مقایسه بکنی باعث میشه که دیدن سریال به هیچ عنوان لذت نبری. از نظر جلوه های ویژه بخوایم سریال بررسی بکنیم، جلوه های به نسبت خوبی داره. میتونم بگم از سریال ویچر که انتظار داشتیم جلوه های ویژه قوی تری داشته باشه، خیلی جلوه های بهتری داره، ولی خب میگم نباید با سریال های دیگه از نظر داستانی و ریتم اون روایتی که دارن مقایسه بشه، چون اصلا داستان بازی تاج و تخت چیز دیگه ای بود، داستان ویچر چیز دیگه ای، و اینم داره داستان خودشو میگه و تو این صدا قسمت اول سعی کرده که یه معرفی شخصیتی داشته باشه، چون دنیای بزرگی داره کاراکترهای مهم و فعلا معرفی کنه، بعد از طرف دیگه بیا حکومت‌های مختلف و از طرفی قدرت‌های مختلف و بدی و خوبی و اینا رو همه رو بهمون نشون بده که یه شناختی نسبت بهش داشته باشیم، و توی دیالوگایی هم که توی سریال رد و بدل میشه داره کمک میکنه که یه طوری داستان ساده تر بشه و بتونیم بفهمیم که چه خبریه. توی این سه تا قسمتی که فعلا ازش اومده، خط داستانی و روند داستانی و اون بازگو کردن داستانش طوریه که خسته کننده نیست، و در کنارش هیجان و اکشنی هم که اضافه کرده باعث شده که کند و خسته کننده و چرت نباشه و بتونید خیلی قشنگ اونو دنبال بکنید و ادامه بدینش، و میتونم بگم ارزش دیدن رو داره و هیجان انگیز. و از طرف دیگه برای کسایی که طرفدار این رمان و این مجموعه هستن که حسابی هیجان انگیز، به خاطر اینکه سعی کرده سکانس‌های مختلفی که توی فیلم نشون میده با اون چیزایی که توی رمانه مطابقت داشته باشه و سعی کنه اون دنیای بزرگ و عظیم رو توش به نمایش بذاره. از نظر لوکیشن سکانس‌های مختلفی که توی محیط‌های باز گرفته شده و طبیعتی که داره نشون میده و تمام جزئیات محیطی حسابی روش کار شده و خیلی خوب هم داره اونا رو نشون میده و کیفیت قابل قبولی هم داره، و جلوه ویژه‌اش هم در حد خودش قابل قبوله. اینطوری نیستش که زیاد بخوایم به سخت بگیریم، ولی خب در ادامه اگه اکشن بیشتری داشته باشه مطمئناً طرفدارا رو بیشتر به خودش جذب میکنه و میتونه خودی نشون بده، و اگه بتونه جنگای بزرگ و لشکرکشی‌هایی که حالا توی گیم آف ترونز از طرف دیگه ارباب حلقه و این سریاله و فیلمایی که تو این قبیلن داشته باشه که دیگه یه سریال عجیب غریب و خوب میشه، چون داستانی که داره داستان خیلی خوبیه، و امیدواریم که تا انتها هم همین ریتم روند داستانی رو طی بکنه و بتونه تمام اون جزئیاتی که لازمه رو بهمون نشون بده تا بتونیم یه پایان بندی خوبی هم توی فصل اول ازش داشته باشیم. خب اگه بخوایم روش بررسی خیلی شدید داشته باشیم، این مقدار سختگیرانه است، چون فعلا 3 تا قسمتش اومده، منتظر می‌مونیم که تمام قسمتاش بیاد که فکر می‌کنم 8 تا قسمت بعد داشته باشه، تعداد قسمتاش بیاد تکمیل بشه، و بعد از اینکه تکمیل شد و کل سریال دیدیم یه دونه ویدیوی بررسی کلی درست می‌کنم، تمام نقاط ضعف و قوتش رو اونجا با هم دیگه بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که چقدر تونست موفق باشه و چقدر تونسته که هوادارا رو خوش جذب کنه. ولی تا اینجا کار سریال خوبی بود و ارزش دیدن داره، میتونید برید با خیال راحت نگاه بکنید بدون اینکه ازش پشیمون بشید یا تو ذوقتون بخوره، ولی بهتره که با هیچ سریالی اونو مقایسه نکنید و به عنوان یه سریال جدا بشینید و خیلی راحت اونو تماشا بکنید. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگه این ویدیو خوشت اومده اونو لایکش بکنید و کانال سابسکرایب بکنید و زنگول کنارش حتما فعال بکنید، و اگه دوست داشتید این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، و از طرف دیگه انتقادات و پیشنهاداتتون حتما تو قسمت کامنت با من در میون بذارید. اگه فیلم مد نظرتونه بگید تا اونو بررسی و نقد و هر چیزی که حالا مد نظرتونه معرفی بگید که انجام بدم براتون، و از طرف دیگه حتما زنگوله کنار رو فعال بکنید، و یادتونم نره اگر ویدیو خوشتون اومد اونو به دوستاتون ارسال بکنیدش. تا ویدیوی بعدی، بدرود.